سلام ستون متونه گن چطور میتونید بچه ها من ایمان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو عالی دیگه. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه، همیشه موفق باشید. بچه چه خبره، چیکار میکنید؟ امروز اومدیم با یه ریاکت مولایی بعد از مدت ها به امین فیلم و امید سیکس دوباره، و فکر کنم سوم ریاکتی که به این دو در واقع پلیر داریم میپردازیم، و خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما تا همین اول کار ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه، کانال ما رو در واقع دنبال کنید همیشه و ویدیو رو تا آخرش ببینید، چون میگم یه سری حرف مهمی میذارم همیشه و یه سری جایزه بچه جلوتر بهتون میگم که قرار بهتون بدم، و خواستم بدم که خوشتون بیاد و راضی باشید. دو تا قرعه‌کشی خیلی خفنیم، حتما تو ویدیو تا آخرش ببینید. و بچه جدا از اون همین اول کار بگم که این گیم پلی که الان داریم میبینید تا نیمه های ویدیو، یعنی تا حدود 4 دقیقه خورده ای از امین اینفرنو و خلاصه گیم پلی امین اینفرنو. حالا میگم در واقع میپردازیم به گیم پلی و یادتون نره دیگه لایک کنید، بریم که استارتو بزنیم. بچا همین اول کار در مورد سبک بازی امین اینفرنو بچا نظرتون داخل کامنت ها بنویسید، کلا میخوام نظرتون رو بدونم، نظرتون در مورد بازی امین اینفرنو و اومد 6 چیه، کدومشون در واقع تو چه سبکی بهتر بازی میکنن و با چه گانی، اینو حتما بنویسید. حالا میگم کلا پلیر ایرانی خب کلا HS پلیرن معمولا، و کل در واقع کامیونیتی چه خارج چه ایران دیگه اینو میدونن واقعا، یعنی کسایی که حتی پلیرهای خیلی بزرگن واقعا توسط ایرانی ها خیلی وقتا در واقع کیل شدن. حالا جدا از این سر پینگ در واقع بالای خودمون خیلی وقتا شاید نتونستیم اونجوری که خواستیم جلوی حالا پلیرهای خارجی شون شاید هم تورنمنت های خارجی در واقع پلی بدیم، و یه کوچولو آدم اذیت میشه واقعا سر این داستانا. حالا فقط پینگم نیست بچه‌ها، بعضی واقعا من دیدم با دیوایس داغون و لگی، خودم جز کسایی بودم که دیوایسم لگی بود دیگه، یعنی ویدیو اولام برید ببینید چقدر به زور بچه‌ها من میرفتم در واقع گیم پلی براتون میگرفتم، جایی که خونک بود بعد بازی میکردم، خیلی سم بود واقعا، و در واقع میگم شرط اوکی نبود. و خلاصه بچه اینجا میبینید امین فینو براتون یه در واقع گیم پلیشو گذاشتم که HS بیشتر در واقع استفاده کرده و اومتیکس هم همینجوریه با HS رو کیاره. حالا جلوتر برای اونم در واقع ریاکت داریم، و خلاصه بچه ها اوندام که نظر شخصیتون رو داخل کامنت ها بنویسید حتما امتحان، و اصلا هم بچه بحث این نیست که کی بهتره کی بهتر نیست، اصلا من تو این ویدیو دوست ندارم بگم کی بهتر کی بهتر نیست، چون 100% بچه دوتاشون پلیورای خیلی در واقع سافت بالای هستن و اصلا نیاز به تعریف من و شما ندارن. ولی خلاصه شما نظرتون تو کامنت ها بنویسید که از نظر شما کدوم پلیر بهتر بازی میکنه و بهتر از اون یکیه، و در موردش در واقع یه در واقع توضیح هم بنویسید که کدومش مثلا چرا به چه دلیل بازیش بهتره. و حالا نظر شخصی من بچه بهتون بخوام بگم اومتیکس، حالا میگم اصلا این حرفی که میزنم واقعا ناراحت نشه بچه‌ای که طرفدارشن و اینا، خلاصه میگم امید سیکس سر کارش بیشتر خرج کرده واقعا، من تو ویدیوش میبینم الان فیس کم آورده یه کوچولو در واقع سطح کانالشو برده بالاتر، و خیلی وقت هم اصلا الان نه در واقع خیلی وقته، و حتی بک‌گراند پشتش هم میبینید. ولی خب امید سیکس میگم امید سیکس امین فنو خیلی روی اینجور چیزا تمرکز نداشته و خب ویدیوش در واقع یک نواخ بوده، ولی خب در واقع اونم که در واقع فیس کم میذاشت 100% شرط چنش خیلی بهتر از الان میشد، همونطور که الان هم اوکی بچه. این گیم پلی امین فنو بود و خلاصه یه سری حرفایی که در موردش زدیم، بریم با هم در واقع امید سیکس هم ببینیم و نظرتون راجع به گیم پلی هم بنویسید که در واقع چه جوری هست. بنازم آرتیل بچه چه شاتی زد، واقعا این شاتش خیلی خفن بود، و میدونید دیگه واقعا از نظر سرعت بخوام بگم واقعا اومد سیک سرعتش در واقع بالاتره، میبینی اصلا پشم آدم میریزه. و من خودم نظر شخصی کلم بهتون میگم بچه اصلا تو کامنت ها چرت و پرت نرمونه این چیزا ننویسید، واقعا دارم یه ریاکتی میبینیم و یه نظری خلاصه میدیم، هر کی نظر شخصی داره، و خلاصه نظر من اینه که در واقع توی سرعت اگه بخوایم حساب کنیم سرعت موومنت سرعت شات و اینا اومد سیکس بهتره، و واقعا تو شاتاش معلومه و تو مغز بازی هم شاید میشه گفت اومد سیکس بهتره، خب مثلا تو کیلای قشنگ و اینا خب 100% امین فنو. حالا نظر شخصی من بچه این بار چندومه دارم میگم توی کیلا مثلا امین فنو واقعا کیلاش قشنگ تر از نظر من،
ولی در کل سبک بازیشون یه کوچولو با هم فرق داره، ممکنه از طریق همین سنس و اینا باشه، سنس اونتیکس بالاتر اسم کنم و سنس همین خیلی بالا نیست. حالا این چیزی که تو گیم پلیش میشه فهمید خلاصه و صورت میبینید دیگه، اصلا سنسش مشخصه که در واقع عادت کرده به سنس بالا و اینجا یه شات ملهی میزنه دست خوش که آره مچ خیلی این سیزن بهتر از در واقع HS روی زمینه. من دوتاشو تست کردم و اصلا HS که روی زمینه وان شات نمیکنه، ولی در واقع پرک درست حسابی روش بندازید، در خواستید یه ویدیو هم در موردش میسازم تو کامنتو بنویسید، یه پرک درست حسابی روش بندازید وان شات هم تو میتونید بکنید، ولی حالا من تست کردم کیارم به نظر من بهتر بوده. ولی بچه ها بیوای اصلا ور ندارید، بیوای ور ندارید، خیلی افتضاح، واقعا افتضاحه، خیلی بگیر نگیر داره. و بچه ها من طرف شده وستش رو شکستم با فاصله خیلی نزدیک، دو تا شات میزنم بازم نمیفته، یعنی با سه شات با اینکه وست شکسته باید بندازمش و این خیلی بده. و اینکه بچه اینجا میبینید که واقعا چقدر رو سنسش اومتیکس مسلطه و خلاصه برای اینکه حالا بتونید قشنگ شات بزنید، قشنگ بتونید وین بگیرید، باید 100% رو سنستون مسلط بشید. حالا میگم اگه سنستون بچه داغونه حتما تا یه ویدیو راجبون هم میسازم و در واقع آموزش میدم که چجوری بتونید سنس خودتون رو به دست بیارید، در واقع دیگه خودتون هم میدونید دیگه، الان کمتر کسی که حالا در مورد این چیزا نمیدونه و سنس اوکی نداره. حالا بعد میگم سنستون رو پایین بالا کنید و خلاصه ویدیو در مورد این خواستید تو کامنت بنویسید براتون بسازم که اصلا چجوری سنسا رو اوکی کنید، کجا تمرین کنید. و خلاصه اینجا میبینید اسکین بروکن برداشته، در مورد یه ریاکتم به بروکنم باید برم، خیلی وقت ریاکتم نرفتم به اون، حالا ممکنه که دو هفته دیگه به اونم یه ریاکت بریم. و خلاصه کسی که دوست بهش ریاکت برم بچه ها داخل کامنت بنویسید برای من و منتظر ویدیو خفنم هم باشید، یه چند تا ویدیو خفن داریم براتون و یه سری روش هم برای کاهش لک پیدا کردم با در واقع فیس بالا بتونید بازی کنید. حالا اونم اگه خواستید، اگه لایک این ویدیو بالا بود براتون اوکی میکنم میذارم، امیدوارم که خوشتون بیاد. و اگه بچه ها نظرتون باشه از این به بعد کاستوم ها رو هم دوباره دوره هم شروع کنیم، خیلی وقت کاستوم نزدیم تو واتساپ بچه ها، لینکش داخل دیسکریپشن هست، برید عضو بشید. تو کامنت ها بنویسید دوست دارید دوباره استارت کار رو بزنیم در واقع کاستوم رومای فانمون یا خیر. و خیلی هاتون بچه به من گفتی، حالا اگه دوست داشتید دوباره داخل کامنت ها بنویسید نظرتون رو بدونم که استارت رو بزنیم زودتر. عشق من بچه، رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، نظر شخصی من بچه بهتون گفتم، امیدوارم که کسی ناراحت نشه واقعا. و نظرتون هم داخل کامنت ها بنویسید که چی به چیه و کدوم پلیر بهتر بازی میکنه. تا ویدیو بعدی، بوس به کلتون فعلا، بای بای.